السلام علیکم دوستان عزیز، امید از خوب سر حال باشین. خوش آمدید به ویدیوهای گوگل کلابریتیو تولز. امروز هم باز با سلسله از ویدیوهای قبلی میخوایم درباره گوگل داکس گپ بزنیم. گوگل داکس هم یکی از کلابریتیو تولز گوگل هستن که خود داکس یعنی به معنی داکومنتس هستن. مثل که ما شما در کامپیوتر خود آفلاین در ام‌اس ورد کار میکنیم، در اونجا به خاطر تکست ادیتینگ خود ما شما هر چیزی، هر مقاله ای که یا هر مکتوب یا دیگه چیزایی که نوشته میکنیم جور میکنیم، اونجا ثبت میکنیم لوکلی در کامپیوتر خود. گوگل داکس هم عین چیز هستن ولی با کمی تفاوت های دیگری که ما شما این تفاوت ها رو در اینجا میبینیم. اول خویی که گوگل داکس به شکل آنلاین کار میشد و ما شما در ویدیو قبلی هم گفتیم که اینا همشون در کلاود ذخیره میشد. خب اینا رو چه قسم کار میکنین؟ شما در گوگل داکس هم مانند ورد داری، همین قسم یک صفحه دارین، شما تمام معلومات تان در اینجا نوشته میکنین، تایپ میکنین. زمانی که شما ایره میتونین کار کنین که در شما انترنت داشته باشین و از طریق براوزر ایره براوز میکنین. و ای که گفتین که اینا کلابریتیو تولز هستن، کلابریتیو به این مطلب که در عین وقت چندین نفر روی ازی کار میکنن. ما اگر در این تصویر ببینید، در اینجا چند تا عکس هستن، یکی دو سه تا عکس هستن و اینجا نشان میداد که کی و کی سه نفر هستن که روی ازی کار میکنن در اینجا. یعنی شما با دوستایتان میتونین ایر شریک بسازین. زمانی که ایر شریک ساختین، آنها هم میتونن در عین وقت امرای شما کار کنند و ایر بر شما معلوم میکنن که احمد روی کدام پاراگراف کار میکند، محمود روی کدام پاراگراف کار میکند و در کجا کار میکند. و تمام کلابریتیو تولز های گوگل که اصلا توسط جیمیل اکاونت یا اونمو گوگل اکاونت کار میشن، ما باید او اکاونت داشته باشیم. و دیگه ای که شما در ام‌اس ورد کار میکنین، در اونجا زمانی که یک داکومنت نو ایجاد میکنین، برای شما بعض از تمپلیت ها رو هم دار پیشنهاد میکنند. و گوگل داکس هم همین قسم تمپلیت های داره، تمپلیت های بسیار زیاد دارد که شما میتونین زمانی که یک داکومنت کریت میکنین، اگر از اون تمپلیت ها ضرورت داشته باشه، شما تنها تار میتونین اون تمپلیت رو انتخاب کنین و مطابق از اون تمپلیت باز هم داکومنتتون رو بسازید. خوبی دیگهش این هستن که شما این رو در هر جای میدونین اکسس کنین، ادیت کنین و در هر قسم دیوایس، اگر در تلفنتون باشه، سمارت فون، اگر در تبلت باشد، اگر در کامپیوترت باشد، حتی اگر اینترنت کانکشن هم نداشته باشه، به خاطر از دو هم سولوشن هستن. اندروید اپ از رو دانلود کنین و یا آی اس اپ از رو دانلود کنین، اپلیکیشن های مختلف دارد که شما اونا را در موبایلتون انستال میتونید. شما اینجا از ببینید، برای شما آپشن داده که شما دانلود د اپ، اپلیکیشن هم میتونید که دانلود کنین و او رو در موبایلتون انستال کنین و داکومنت هایتون هم اونجا میتونید که آفلاین هم ادیت کنین. زمانی که آنلاین میشین با کلابریتور های دیگه ای که شما این داکومنت ها شیر کرده بودین، اتومات سینکرونایز میشد، یعنی با اونا هم امو ادیتس میرود. هر زمانی که اینجا هر ادیتی که میرین، اونا به شکل اتومات سیو میشه. معلومات تان مکتوب هستن یا هر داکومنتی که هستن، اسایمنت هایتون هستن، شما اونا رو میتونید در ام‌اس ورد هم لوکلی بدون اینترنت در کامپیوترتون ذخیره کنید. شما میتونین که همون داکومنت خود را با گوگل داکس یا با خود گوگل درایو شما اونا را اپلود کنین و اونجا با گوگل داکس برد چکنین، کانورت کنین. یعنی ما میتونیم که فرمت ام‌اس ورد با فرمت گوگل داکس تبدیل کنیم و گوگل داکس پس میتونیم با ام‌اس ورد تبدیل کنیم. این چه قسم کار میشد؟ در براوزرتون میرین، در اینجا نوشته میکنین که docs.google.com، انتر میکنین. اگر شما لاگین نباشه در اکانتتون، اونمو جیمیل اکانتتون، برای شما میگه که اول لاگین شید. اینه که لاگین شده بعد زود در گوگل داکس شما میره، بعضی از تمپلیت ها رو هم پیشنهاد میکنن. و یا هستن که شما میتونین بلانک داکومنت رو بسید. ببین اینجا داکومنت ریزومی هستن، لیتر هستن و پروژیکت پروپوزال هستن، بروشور هستن و ریپورت هستن. اگر میخواین که تمپلیتتون بخی نباشد، این شما میتونین با اونها رو هاید بسازید. و در اینجا امو لیستی از داکومنت های میاد که شما کریت کرده اید. فعلا که من هیچ داکومنتی ندارم و با شما میتونید که در اینجا سرچ هم بکنید. شاید داکومنت هایتون بسیار زیاد باشه و با اسکرول کردن شاید نتونید بیافتید، ولی نامش در یاد شما هستن. شما میتونید که امیر اتومات در اینجا نامش را تایپ کنین و او را اتومات براتون سرچ میکنه. خب اگر میخواین که نیو داکومنت بسازید، شما من روی بلانک کلیک میکنید. این داکومنت است که برای ما کریت شده.
ببینین خود صفحه مثل ورد برسن، این دو فایل شما عین آپشنایی که شما در ورد میبینین در اینجا مثلا فانکشن نیو داکیومنت دیگه میسازید، اوپن میکنید، کپی میکنید. ببینین ما پیشتر گفتیم که اینا قابلیت تبدیل شدن به فرمت ورد پس هم داره که شما میتونید با ورد به ورد اینا پس تبدیل کنین پی دی اف هستن و فرمت های مختلف دیگه هستن. خود در اینجا تایتل داکیومنت یا نیم داکیومنت تون پس من نشون میکنم تست. شما اینجا میتونید داکیومنت تون رو نوشته کنین هر فرمتی که براش میتین، فونت سایزش رو زیاد و کم میکنین، خود استایل فونت تغییر میتین، خو هر اون چیزی که در و ام اس ورد هستن در اینجا هم هستن. چه قسم میتونن ایره عموم مسائل کلابریشن شکار کنین. خب این داکیومنت نوشته کنین، فرض کنین این داکیومنت با یک دوست دیگه تون هم شیر میکنید که او دوستان هم بتونند این معلومات ببیند و رویش کار کنید. شما میتونید روی ازی کلیک بکنین، زمانی که روی ازی کلیک کنین اینا رو بر شما میگید که خب ایمیل آدرس امازو نفری که شما میخواین این رو امروی شیر کنین، اینجا انتر بکنین و اینجا شما میتونید که نوت هم برش بگین. این نوت هستن که ایره اینا رو ای وقتی که شما سند کلیک میکنین پیش از رو شما اینجا میتونین برسی اونرشیپ بدین. همی آدمی که ما این داکومنت امروی شیر میکنیم ای بتاند ایدیت کند یا تنها کومنت بدهد یا تنها ویو کند، پس میگیم برش که سند. خب من فکر میکنم تا اینجا فعلا بس هستن، بخاطر که باز بسیار خسته کن میشد. در اینجا آپشن های بسیار زیاد دارن که انشاءالله با مرور زمان هر یکیشان در یک ویدیو انشاءالله برای شما ما همشان تشریح میکنم. تشکر، زنده باشید.